در حالی که تلاش ها برای رسیدن گونه آتش بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل همچنان ادامه داره و قرار هست عموس هوخشتین فرستاده ویژه کاخ سفید دوباره به منطقه بیاد و این بار از لبنان دیدار بکنه و شاید بتونه این توافق را نهایی بکنه، اما همچنان حملات شدید دو طرفه امروز بین اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه داشت. اسرائیل مناطقی را امروز در زاهیه مورد حمله قرار داد که به گفته سخنگوی ارتش این مناطق زیر ساختهای حزب الله لبنان و انبارهای تسلیحاتی این سازمان بوده. پیش از این اسرائیل به شهروندانی که در برخی از این ساختمان ها سکونت دارند از اونها خواست که منطقه را تخلیه بکنند و حملات پس از آن انجام شد. اما در اسرائیل حزب الله لبنان امروز بارها اهدافی را در مرکز و همچنین در شمال اسرائیل مورد هدف قرار داشت. در یکی از این حملات 3 موشک به سوی تل آویو پرتاب شد که به گفته ارتش اسرائیل هر 3 موشک توسط گنبد آهنین در آسمان رهگیری شدند. اما در شمال اسرائیل بسیاری از موشک ها به زمین برخورد کردند. یکی از این موشک ها در شهر نشر به یک کودکستان برخورد کرد و به خاطر اینکه کودکان در پناهگاه بودند آسیبی به اونها وارد نیومد. اما یکی دیگر از موشک ها در شهر نهاریا به یک انبار برخورد میکنه و 2 نفر در اونجا، 2 مرد بر اثر برخورد این موشک کشته میشن. در کنار اون همچنان بیش از 1,200,000 نفر از شهروندان جنوب لبنان از خانه های خودشون آواره هستند و از سوی دیگر بیش از 60,000 نفر از شهروندان شمال اسرائیل هم از خانه های خودشون خارج شدند و حملات و جنگ همچنان ادامه داره و این پس از اظهارات وزیر خارجه تازه اسرائیل گیدون سار هستش که گفته بود که پیشرفت مشخصی در تلاش ها برای دستیابی به توافق حاصل شده و اسرائیل به تلاش ها برای رسیدن به این توافق ادامه میده. در آن سو روزنامه لبنانی الاخبار میگوید که همچنان حزب الله لبنان به حملات خودش به اسرائیل ادامه خواهد داد. به گفته این روزنامه که نزدیک به حزب الله هست، این سازمان میتواند یک جنگ طولانی مدت فرسایشی را با اسرائیل مدیریت کند. در هر حال در بین همه اینها باید منتظر بود و دید که چه زمان حداقل جنگ در شمال اسرائیل به پایان خواهد رسید. بابک اسحاقی، اسرائیل.